شاید نتونیم خیلی چیزها رو انتخاب کنیم، انجام بدیم، اما خیلی چیزا هم هست که ما میتونیم انتخاب کنیم بدون اینکه برای اجرا و انجامشون به زور و حوصله اضافی نیاز باشه. فقط کافیه برای ادای احترام به دوران کودکی درگذشتمون یک دقیقه سکوت کنیم و تو این یک دقیقه به این فکر کنیم چیا میشد اگر ذره ای از شوق و ذوق اون روزها رو از صندوقچمون در بیاریم و مثل اون موقعها که هوای آشنا شدن، تجربه کردن، در تماس بودن و زندگی کردن در سر داشتیم، بی معطلی دستمونو دراز کنیم و پرده رو کمی کنار بزنیم. همین کافیه تا سر شوخی آفتاب با گلای قالی باز بشه، سایه ها به آغوش دیوار بدون، گل از گل گلدون های پشت پنجره بشکفه. خیلی وقتا همینقدر ساده و بی‌پروا میشه انتخاب کرد چیزها و کارهای ساده و کوچک رو. آره، شاید زور و حوصله‌مون نکشه یه دیوار رو جابجا کنیم، اما میتونیم که دستمون رو دراز کنیم و پرده رو کنار بزنیم برای دل خودمون. میتونیم همین کارو نکنیم، اما یادمون باشه خورشید هر روز برای دوست داشتن ما از خواب بیدار میشه. سلام عزیزم. خوبین شما؟ قربونت برم، بفرما. من یکم عجله دارم. نه دیگه، بفرما. حالا یه ذره بیا بشین، یه چایی با هم بخوریم، یه ذره غیبت کنیم. خانم چه عجب را گم کردی. سلامت باشی. خیلی خوش اومدی. ماما خوبه؟ بله، سلام در خدمتون. صفا خوردی؟ خواهش میکنم. ها؟ چرا بازیت گرفته؟ کار کن. خواب تو چادر روی کوه. آ بریم تو کوه بخوابیم. سه بخشه. بخش اول بگو. کار کردن. تین. خب دومیش خرگوش. این خرگوش دیگه، این مور تیمور لنگ، خانم تیمور لنگ. این که آغاز خانم تیموری، راه رفتن خانم تیموری اومدن خانم تیموری. خانم تیموری اومد اینجا. شرمنده و حسابی هم کرکسیف شدیم. ببخش. نه آقا چه حرفیه، وظیفه ما این آب گرم کنمونم خرابه، وگرنه میگفتم
قدم رو چشم ما بذاریم یه دوش بگیریم بعدم بریم. نه آقا لست داری چون یا آقا یه بار میره همون باید در همون باز میکنه که بخارا برم بیرون سمرقند به جشن میاد تو. دستتون در همون بریم به چه مناسبه؟ سالگرد ازدواج همون دیگه. آه بله بله مبارک بشه ماما. شیرین کام باشه. مرسی. بفهمه نیوه بفهمه. دستتون درد کن. فقط جسارتاً اگر از سرویس دهی ما راضی بودید بهمون 5 تا ستاره بدین ممنون میشم. اون بشته نگیر میدونه ستاره بره؟ تا کلا بشته نبردم. نه چیز میگیم که 5 تا ستاره چیه؟ ما اصلا 15 تا 20 تا ستاره بهتون میدیم. دستتون درد کنه متشکرم ممنون میشم. دستتون درد کنه. راستی امیر ما صداش خیلی قشنگه. امیر جان یه دهن بخون برای بچه ها. نه بابا کجا صدای من قشنگ؟ اصلا نه باور کنیم منو بریم ما یاد بفرمایید نه بابا اصلا گفتن اینجوری نمیشه بله بله سلامت کو تلا رسو سب میشم کو تلا رسو سب میشم یار گلندت تو ظلماسه یار گلنده تو ظلماسه اله گلسین اله گتسین اله گلسین اله گتسین آرامزده تو ظلماسه آرامزده تو ظلماسه بخونید دیگه شما کوتلا رسو سب میشم کوتلا رسو سب میشم یار گلندت تو ظلماسون یار گلندت تو ظلماسون نبخشید خوش بکنم هلو سلام خوب هستین آقا نه دیگه امروز مرخصیم بود بله نه همه رو جمع کردیم همه پروژکتور رو هم گذاشتیم کنار همون اتاق آخریه کنار سالن بزرگه چایی هم میل کنم فقط الان آقا یه سوالی فردا بازیگرا میان برای تست بازیگری؟ ببخشید خانم برای تست بازیگری گفتم بله این امیر آقای ما تو فیلم سازی آبدار چیه؟ تدارکات چیه؟ هم سینما هم تلویزیون جفتش و دارن دارم واسه یه سریال تست میگیرن شبکه 5 از این سریال شیرین هست خیلی بامزه است من خوندم فیلم نامش رو گاهی میاره با هم میخونیم و من میرم واسه همسایه ها تعریف میکنم بعد جسارت هم میدونیم برای چه نقشی؟ نقش اصلیه یه سرباز جوونه که تو خط مرزی خدمت میکنه همین همسن و سال شما هاست نقش اصلی تو مناطق مرزی خدمت میکنه وای عجب زیرکی بود و توی دروازه توی دروازه پیش به سوی نیونه ها با گل مرا همون اون چهار دوسته یکی شو خونه الو ایمان چی داری خوبی؟ سلامتی؟ خوبی مادر ببین یه خانوم الان زنگ زد بهم گفت از طرفه همین استارتاپ تونه خانوم؟ استارتاپی ما؟ گفت بازرس تره بازرس نداریم تو هیئت مدیره اصلا چیزی به من ابلاغ نشده نمیدونم گفت داریم میاد اینجا که کیفیت خدماتو بررسی کنه به به اوه من فکر کردم به نفع ستاره‌ها دونست گفتم زودی بیان اشتباه کردم
نه 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 نه، فقط در رو وا نکنیم تا بیان، باشه؟ ببینم اینا کجا رفتن. کیا؟ خدمتکارامون. یه دقیقه بالا سرشون نباشه غیب میشن. یلو فرجون بشین الان میام. راحت باشین. معلوم هست اینجا چی کار میکنی؟ هیچی خانم. پس این برای چیه؟ این رعایت موارد بهداشتی. مریض نباشی. کارتون تموم شد، سری میایید بیرون، مهمون دارم، در ضمن باتونم کار دارم. مهمون داره مرتضی، مهمون داره مرتضی. این مست با خودت آورده بودی؟ آره بابا، مادر مطرحی هم این برون بر میرم میشناسنم. فقط بین این همه خونه نیلوفر خانم الان اینجا چی کار باید بکنم؟ خانم تیموری. بابا من میرم بیرون. وایسا میرم خسته شدم بابا، دوزی نکردیم که، داریم کار میکنیم دیگه. مرتضا من تو زندگیم تا حالا چی از تو خواستم ها؟ این اولین بار دارم میگم یه ذره این آبروی منو نگهدار. آبرو؟ با این دروغایی که به خانم تیموری گفتی آبرو مونده برات؟ اروپای شرقی هم، اروپای غربی هم، علی گودرز هم، اصل فلان. حامد، این دروغا یه روز کار دستت میده. تو حالا واقعا میخوای برای نقش سرباز تست بدی؟ داره نه نه، رزوم اینه که بازیگرشم. نمیدونم توش خوبم یا نه، ولی میدونم تا باش روبرو نشم هیچ وقت جوابمو نمیگیرم. میدونی اگه نرم سراغش همیشه صدایی تو گوشم هست که تو نکردی، تو هیچ کاری نکردی، تو نتونستی، نتونستی. بعد بفهمم که این کارم اینه. من فکر میکنم این دوره برای پادگانه. ببین دقیقا همینه، هر چی که بهش فکر کنی یا گرفتارش بشی جلو چشمت هم ظاهر میشه. آفره. مثلا اگه سرطان بگیری تازه میفهمی که کلی آدم دیگه هم هستن که سرطان دارن. دقیقا. یا مثلا اگه دنبال دارو باشی تازه میفهمی خیلی وقت دارو اصلا نیست. متوجهم. کادیلاک اگه بخری تازه میفهمی بابا کلی آدم بودن که کادیلاک داشتن، فقط تو تا حالا ندیده بودیشون تو خیابون. آره. موهات اگه بریزه تازه شروع میکنی دقت کردن به موی آدم ها. گرفتم. ظلم روز به ظلم. اگه یه بار مظلوم باشی خیلی خب بابا فهمیدم دیگه. آرما این سوزنت گیر میکنی چیز صد بار میگی، یه مثال زدی فهمیدم. آرما برو خودمو میرسو. تیر خوردی مگه؟ نه منظورم اینه که وسایلو ببر خونه، من میخوام سر رو برم دانشگاه، بعدش هم میخوام یه سر برم تو تنهایی فکر کنم. خدافز. خدافز. ظلمه دیگه، ظلم. ظلم همینه دیگه، ظلم چیه پس؟ میخواد بره تو آیندهش فکر کنی. حالا وقتی شنونده نداشته باشه، وقتی مخاطب بشه این تی شروع کنی، من الان بایستم 10 سال با این تی حرف بزنم. سلام خوبی تی خوبی، این هیچی به من پس نمیده. بعد من شروع میکنم با تخیل مسموم خودم یه چیزایی رو زاییدم و اتفاقی که میفته چیه؟ یه موجود ناهنجار میشه که بعد همه میان توف میکنم بهش، میان تو ظالمی، مثلا تو همون چیزی هستی که بعد از بین بری. کسی نمیاد بگه خب این بیچاره سالم بود، این نشسته بود اینجا با دوستش، رفته بودن خونه ها رو تمیز کرده بودن، قرار بود با هم برن خونه. کجاست؟ اتفاقا سهیل خان. کو؟ ها هنوز نرسیده. حامدیا دوزار نمیارزه با این طرفش واسه یخت پولو، این که اخراج نشه با این زندگی ما رو به هم ریخته. حالا اصلش الان من چی کار کنم؟ خونه رو بسام چینه من راست میکن؟ اصلش باز رسی در کاره؟ بله؟ سلام. سلام علیکم. منزل آقای طالو؟ خودمم. ببخشید شما در خانم، حال شما چطور است؟ خیلی خوش اومدین. بفرمایید. بفرمایید، خواهش میکنم، بفرمایید. شما درخواست داده بوده؟ من؟ نه. این چیزی که ریختی، برنامه ای که ریختی رو گوشیمون نصب کردی، اونو به بابا دیشون ندن. آخو
خب منم یه دکمه نظارت داشت، زدمش که ببینم کار میکنید یا نه. وقت دیدم کار میکنید. ای وا مسعودی داره میاد. بد شد؟ اتفاقا خوب شد. ببخشید شما از طرف استارتاپ خدمتکار تشریف آوردین؟ بله. خسته نباشی. کارتون تمام نشد؟ نه خیلی، هنو خیلیش مونده. چهرتون برای من خیلی آشناست. من شما رو جایی ندیدم؟ خیر. مطمئنید که من شما رو جایی ندیدم؟ نمیدونم، یعنی شما رو نمیدونم ولی من شما رو ندیدم. گفتم قیافتون برام آشنا. شما هم خدمتکار هستین هم پسر این خانواده، ظاهرن هم مدیر اجرایی این طرح استارتاپ هستین. عکستون تو پلتفرم بوده. جالبه. میگم آه چایی آوردم. کاراتون تموم شد؟ چرا حرف نمیزنی؟ من یکم مواد شوینده روی دنجرم تأثیر گذاشته، آلرژی دارم بهش و صدا داره میره. فا دو دقیقه پیش که سالم بود. کجا؟ شما دوتا چای بریزین من مهمون دارم. شما هم شامینه رو گردگیری کنید. گلار جان من باید برم. نشسته بودی حالا؟ فقط اینو بدیم به آقای قیدی. محرمونه است، مهر داره. آره به خاطر همین خودم آوردم. بگید سریع بازش کنه، خیلی مهمه. خب بشین الان میاد. نه دیگه نمیتونم بمونم، یه سفر کوتاه دارم، خیلی عجله دارم. خدا نگه. خیلی خوش اومدی آقا. خسته نباشید. الو قیدی کجایی؟ نه رفت. چه میدونم سفر، زن مارکوپولو شده. مگه قرار نشد کارشو یه سره کنی؟ میگم نکنی چیزی فهمیده. امضاشو؟ آره آره آخه مهرش هم میخواین. باشه باشه خودتو زود برسون. خداحافظ. خداحافظ. Thank you.
تو این خونه همه چی مشکوکه. الو الو آقا آرمان، من یه سوال خدمتت دارم. بگو. دقیقا این وظیفه شما در این استارتاپ عزیزی چیه؟ عضو علل بدن و رسیدگی به حوادث. بسیار خوب آرمان جان، ما اینجا یه حادثه داریم، خیلی زود خودت برسون. حادثه؟ کجایی الان؟ چی شده؟ آرمانی الو حادثه داره رخ میده. میگم نمیتونم بیام، من قرار دارم، یعنی دانشگاه دارم. آینده من در حاله ای از ابهامه. میگم بخی بیا. ببین یه نفس عمیق بکش، الان بگو چی شد. من نمیدونم چرا من هر موقع تو دستشویی گیر میکنم اما استمت دوستان تشویق میشم به اینکه نفس عمیق بکشم. ببین من گمون میکنم این مامانم میخواد از این خانم بازرسه برام خواستگاری کنه. خب اگه دختر خوبیه که اشکال نداره، خیلی هم زیبنده است. آقا مسعود تو که ازدواج میکنی؟ من هر وقت یه دختری تو بازی شکستم داد همونو میگیرم. دلتو نشکنه، به مبارکی. به هر حال من نمیتونم بیام دانشگاه. نه الو آرمان، خسته نباشی. بشین پسر، بشین، کم خستگی تو درک کن. آفرین. میبینی پسر، وقتی آدم برای پولی که به دست میاره زحمت میکشه، چه شوقی تو چهرش میدوه. موافقی؟ خیلی. آفرین. خوبه، خیلی خوبه. اگه خونهایی که خدمات میخوان میرید همینجوری برق بندازین و تمیز کنید، آه 100% تو کارتون موفق میشه. بفرمایید. شما بفرمایید. بفرمایید. آقا مسعود شما بفرمایید که خانم بازرس مشتاق دیدار شما. جناب طلوع بفرمایید. گفتی که ازدواج نکرده. خیر. آها. با چقدر از درستون دقیق مونده؟ خیلی مونده؟ نه دیگه، تقریبا آخراشه. خیلی خوبه. خیلی خوبه. من دیگه کارم تموم شد، دارم میرم. کجا میخوای بری؟ آره دارم درس دارم. خسته نباشید. تموم شد؟ بله. البته خانم بازرس این مزیت طرح ماستا، میدونی ما خودمون رو میذاریم جا کارگرا، آتو نقششون فرو میریم. اینجوری هم بدبختی و معضلات و مشکلات طرحمون رو میفهمیم، هم سختی کارا میکشیم. مثلا شما نگاه کن، من به عنوان مدیر اجرایی چی کار میکنم؟
این سطح نگاهمو میارم پایین تا بین مردم باشم. به هر حال حساسیت استاد به خاطر اینکه اسپانسر کار شخصی شما و همکارانتون هست باعث شده که خب ما یکم نظارتمون رو ببریم بالا. تو هر کار استارتاپی هم اوایلش یکم مشکلات داره. من فکر نمی کنم که خدمت کردن به خانواده مشکلی ایجاد کنه. البته اگه واقعی باشه. بله واقعیه. خب پس من دیگه اینو گزارش نمی کنم. دست شما درد نکنه. گزارش نکن. بابا این چشه؟ چرا را شلاف شلوف میکنه؟ از خونه یکی سر داره برده که تو کار فیلم و سینما بوده. ظاهرن میخواد برای نقش سرباز تست بده. ظاهرن که نه قطر. شما چه که کردی؟ ما همه آخ بخشید ما همه چی طبق یه عملیات پیچیده پلیسی هم به یه سری اطلاعات دست پیدا کردیم، هم خونه رو تمیز کردیم، هم پدرمون در اومد. چطور؟ چطور که خانم تیموری این اون آدم بده تو ترمیناتور یوها از زیر زمین سبز شد جلومون در اومد. تیموری؟ کروم تیموری؟ بابا ما چند تا تیموری داریم؟ تیموری کروک. تیموری کروک. تیموری کروک. تیموری کروک. تیموری افتار. آقا وقتی ما به عنوان کارگر میریم خونه مردم باید چشم و گوشمون بسته باشه. مردم باید بهمون اعتماد کنن. عابد نباید اون کاغذ رو نگاه میکردی. کاغذ کنیم کاغذ؟ یه سری کاغذ مشکوک بود اونجا من نگاش کردم. نیلوفر خانوم هم که رفت زن صابخونه یه حرفای عجیب غریبی میزد. بوی کلاهبرداری میاد. برو خجسته‌فا بگو میخوام به خانم تیموری نزدیک شم. چرا بهانه میاری؟ دقیقاً همینه. نه تو نه اصلا شوشت داره داد میزنه تو. حالا مثلا اینقدر تای دلم چقدر؟ ببین اصلا دلم خونه اینقدر اینقدر من که به خاطر گنگکاری شما از اون نمایشگاه آمدم بیرون. الانم که فقط استارتاپو داریم نمیتونیم که رو هوا ولش کنیم. آقا اجاره عباس آقا هنوز جور نشده. آخ عباس آقا عباس این استارتاپ اصلا راه نیفت. اوه مسعودی اومد. به 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 سلام بح رفیق بح قدیمی. اه 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 رفیق های نیمه راهو به درد نخور. اصلا هیچ حوصله دونو ندارم ها. یک کلمه با هم حرف نمیزنی. آقا این خانومه بازرسا اینقدر مونده بود متوجه بشه. چقدر؟ دقیقاً برشی ما اینقدر. ای این به چه وصیت کرده؟ به چه کیه؟ آرمانی نوشته که آب سفره های زیر زمینی در حال تمام شدنه و به زودی زمین ها نشست میکنن. آه همه میریم پایین. یه لبخندم کشیده. ببین ما کیه شده ایم 80 میلیون. خوش اومدی جانم. سوالی هست در خدمتم. نه حالی خودو نگاه کنم. باشه آقا مغز خودته. ببخشید لباس داری؟ نه تن آدمی شریف هست به جان آدمی هست. این همه لباس رو نبینی اینجا برده؟ چی نکنه دوربین مخفی چیزیه یا با دوستات جهت بندی کرده که ما رو ایستگاه کنیم. آقا ما خودمون راننده اتوبوسیم ما همه ایستگاه ها باید میسیم. نه من حواسم جای دیگه بود. ببخشید قصد جسارت نداشتم. دنبال یه لباس مخصوص میگم. لباس مخصوص؟ لباس مخصوص یعنی چی؟ مثلا اینو میتونم ببینم. حالا با
کجا؟ دستشویی. فکر کنم دکتر حامد تو دفترشون مشغول خدمات دادن به مخاطبین ایشون هستن. غلط کردم با تو. وا چرا با من؟ به من چه توالتو کرده دفتر کار خود استفا؟ الان به خدمتش میرسم. املاکش چیکار میگی؟ دوستم برای شهرمازی لندن فقط تو با تو تماس میگم. آقا من از این راه دارم پول در میارم ها. ببین اینجا فقط محل کار تو نیست، محل کار ما هم هست. آخ نمی میگم. چیکار میکنی مرتضی؟ آقا میرم میخوابم، خودم میرم میخوابم. چیکار مرتضی؟ مسعود نگاه کن تو یه چیکار میکنی؟ آقا میرم میخوابم. مرتضی اینجا تنگ میام بابا نمید. مرتضی باز کن درو. من بعد 300 صفحه مقاله رو تا فردا تحویل بدم. تو رو قرآن آروم باشین. ببین اینجا شده دیوونه. از این به بعد محل کار تو اینجاست. من میرم تو حیاط. صداتون نیاد. باز کن درو. مرتضی باز کن درو. درو باز کن. مسعود بیا کمک. سلام. علیکی سلام. چه خبر اینجا؟ به نظرت چه خبره؟ باز کن درو. تو چی کار می‌کنی؟ تنبیه چه؟ آها. روز بکن. اون چی چیه دسته؟ این کادو. او 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 به به کادو برای کیه؟ برای ماست یا برای یه خانوم؟ آخه خانوم چیه؟ برای روزبه. روزبه؟ ماها دم نیستیم تو این خونه؟ چرا؟ شما انسان بسیار شریفی هم هستیم. مطمئن کتاب گرفتم برای تو مطالعه کردیم؟ آخه کی اونو میخونه؟ قورباغه قهد را قورت بده. بابا اینم حیوانه لذیذ نمیدونم مرغ دا قورت بده، جوجه دا قورت بده، بلتینه دا قورت بده. به آقا نازم این کلباش هنه سوکاماده؟ بله آقا نازم این کتاب به درد من نمیخوره. باش میگیرم، خوش خوراکشو میگیرم. پروفه زندگیت بینم تو حیاته. مسعود جون آقا مسعود این دارو مسعود. آره ای الان برد ای 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 ببین من خیلی دلم میخواد درو برد واکنم ولی متاسفانه ای وای شیریته با خودش برده. برو بگیر ازش. الان میرم. الان میرم. زود باش. الان میرم دیگه. چرا صدا دور نمیشه؟ مرتضی کجایی؟ 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 دوستان عزیز سلام. همینطوری که میبینید توی لندن برق متاسفانه رفته. من به سختی الان تونستم با تون ارتباط برقرار بکنم. واقعیت اینه که سعی میکنم توی اولین فرصت این جلسه رو براتون تموم بکنم. ارادتمند شما هستم دکتر حامد خجسته فر. جناب سرباز نیست بزیزه بزیزه موهامو زدم موهامو زدم بهم میاد بهم میاد مگه زش شدم نگام نمی کنی دلت میاد دارم میرم دارم میرم واسه دوسا دوسا دارم میرم ولی عکسات با منه لباسا رو از کجا گیر آوردی؟ اینا رو از یه آقای راننده اتوبوسی که مغازه لباس فروشی داشت گرفتم. لباس مخصوص. بعد به اون حالی که تو خونه امیرخان سارا خانم داشتی اون برقی تو چشات بود گفتم اینو لازم داری که جنس جور شه. دمت گرم تو خیلی با معرفتی. بی ماچت بکنم؟ نه نه خوشم نمیاد خیس میشه. یه بوسه کوچولو. نه دیگه بی خیال. بس بذار بغلت کنم. نه نه کثیفم اصلا وای تاکسی هم یه وضعیتی. آها. مرسی. بابا شاله یه بوسه کوچولو ناخودی. خاکالم تو سرت آمدی روز به جون خاکالم تو سرت الان چرا؟ این همه سال ما با هم دیگه دوستیم یه پیژامه برای من نخریدی 400 واسه من دیگه دوستم. ببین تو اینقدر چیزی که هر چیزی برات بخرم در برابر تو ناچیزه. بیا بابا بیا به هم عشق هدیه بدیم. بیا بغل هم نزد خسرت چه بینمون برقه برقه بیا دیگه یه بوست بکن حالا این حرفا رو ول کنی فردا کی میاد با من تست بدن؟ با
بنده تا به بعضی رفاقتیت بدن دوزار نمیاز این باز احساسی شد روز بجو تمام سر تو بکنده داشت نشدم نشد فقط سر ما این سلام خانم تیموری باهاتون تماس گرفتم گوشیتون خاموش بود یه کار مهمی باهاتون دارم خواستم ببینم اگه فردا زمانتون آزادی یه قراری با هم بذاریم خیلی ممنون منتظر خبرتون هستم خجسته فال مشاور اقتصادی بله پیشون باشه بله باشه پیشتون آها به هر حال خدمتتون عرض کردم خانم تیموری تازه نیم ساعت دیگه پروازشون میشینن معلومم نیست که برسن دفتر باشه مشکلی نیستش من آشنایشونم صبر میکنم تا تشریف بیارن شما خانم بله فامیلی شریفتون آها من خانم احمدی بله گیسو احمدی خانم احمدی عذر میخوام خانم تیموری کجا رفتن سفر؟ من فکر نکنم باید به شما جواب پس بدم مثل یه اصلا متوجه نیستین آقا اگه کلش 7 میلیارد بیشتر میشه نه؟ خانم احمدی لطفاً تمام قرارهای امروز من کنسل کن در ضمن خانم تیموری هم اومدن بگین که من 1 ساعت پیش رفتم بله حتما ببخشید به عنوان آخرین سوال ایشون کی بودن؟ ایشون آقای قیدی مدیر بازرگانی شرکت هم آها پس آقا محسن قیدی ایشون هست خیلی ممنون